نخست سرخط خبرها. نگرانی هراتیان نسبت به افزایش تنش‌های منطقه‌ای. آنان تأکید می‌کنند نباید افغانستان به میدان جنگ‌های نیابتی مبدل شود. هیچ کشوری حق هیچ نوع مداخله و حمله علیه هیچ کشوری از طرف افغانستان ندارد. اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در شهر. والی هرات می‌گوید از روز پنجشنبه تردد موترهای فرمان راسته ممنوع خواهد شد. محدودیت گشت و گذار بر وسایلی که اسناد نداره وضع میکنیم و اجرا میکنیم. پایان عملیات طوفان هررود در حوزه غرب. در این عملیات شاهراه هرات خور از وجود پیکار جان طالب پاکسازی شد. افزایش ناامنی در پایتخت. دکتر عبدالله از نهادهای امنیتی خواستار توجه جدی به وضعیت امنیتی کابل شد. و خبر دیگر این که ترامپ میگوید تا زمانی که عراق هزینه پایگاه هوایی ایالات متحده در خاک آن کشور را نپردازد، عراق را ترک نخواهند کرد. ما در عراق پایگاهی بسیار گران قیمت داریم که سالها پیش از ریاست جمهوری من ساخته شد و احداث آن میلیاردها دلار هزینه داشته است. تا زمانی که عراق هزینه آن را نپردازد، ما هم از عراق نخواهیم. سلام و وقت شما بخیر. به خبرهای این ساعت از تلویزیون چکات خوش آمدید. شما همچنین می توانید به گونه زنده و مستقیم همین اکنون از طریق وبسایت ما بیننده خبرها باشید. چندین روز از اعتصاب رانندگان در هرات می گذرد و سرانجام عبدالقیوم رحیمی والی هرات روز گذشته به دیدار معترضان رفت. آقای رحیمی در این دیدار مطالبات رانندگان را موجه خوانده و در عین حال تأکید ورزید که این اعتصاب می تواند ضربه مهلکی به اقتصاد ولایت وارد کند. در این دیدار که کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات نیز حضور داشت، تصمیم گرفته شد تا هیئتی متشکل از نمایندگان معترضان، بخش خصوصی و اتاق تجارت هرات رهسپار مرکز شوند تا با مقام‌های عالی رتبه صحبت کنند. عبدالقیوم رحیمی والی هرات از روی دست گرفته شدن تدابیر شدید امنیتی برای محدود کردن گشت و گذار موترهای بدون اسناد در سطح شهر خبر داده است. به گفته آقای رحیمی این تدابیر از روز پنجشنبه آغاز خواهد شد و از رفت و آمد موترهای ویشی یا فرمان راسته نیز جلوگیری خواهد شد. والی هرات همچنان تاکید کرده است که اگر متخلفین دست به تردد این نوع موترها در هرات بزنند، مطابق با قانون با آنها برخورد شده و بازداشت می شود. مسئله طرح امنیتی شهر هرات باید موتر یک کلی جور نکنیم. ما بار امیده از طریق رسانه گفتم که طرح باید مختلف داره. یکی نظم و دیسپلین شهر است که او وسایطی که اسناد ندارن باید اسناد بگیرن. بر مدیریت ترافیک توصیه شده که وسایطی که میتونن قانونن پلیت بتن و اسناد بتن او را شروع کنن که به سرعت جریان داره. موترهایی که وسایطی که او نمیتونن که اسناد بتن مشکل قانونی داره، او به کابل ما امرای موترداران صحبت داریم، امرای تاجرای ما صحبت داریم، یک تیم تعیین میکنیم که بروان کابل و کارا را تعقیب بکنن. شماری از ساکنان و برخی از فعالان مدنی هرات نسبت به افزایش تنش‌های منطقه‌ای تأکید می‌کنند که افغانستان نباید به میدان جنگ نیابتی کشورها مبدل شود. این افراد با حضور در یک گردهمایی در نزدیکی ساختمان دفتر والی هرات افزایش تنش‌ها را به زیان همه کشورهای منطقه می‌دانند. جمله ما به هیچ کشور اجازه نمی‌دهیم که کشور ما را میدان رقابت‌های خود بسازد، شعار است که اینجا در هرات توسط شماری از فعالان مدنی و ساکنان این ولایت سر داده می شود. آنان در یک گرده همایی از کشورهای خارجی به ویژه ایران و آمریکا می خواهند که از خاک افغانستان علیه یک دیگر استفاده نکنند. فعالان مدنی هرات می گویند که کشورهای منطقه باید بدانند دیگر افغانستان میدان جنگ نخواهد شد. هدف از اجتماع امروز این هست که به اساس معادلاتی که اخیراً در
منطقه صورت گرفته، ما به عنوان اتباع افغانستان خواهان عزیز هستیم که به هیچ عنوان افغانها تحت هیچ شرایط اجازه نمیدن که از خاک از اونا علیه هیچ کشور استفاده باشه و مطابق با توافقنامه استراتژیک که ما با ایالات متحده آمریکا داریم در او هم تذکر داده شده که هیچ کشور حق هیچ نوع مداخله و حمله علیه هیچ کشوری از خاک افغانستان نداره و بالمقابل از تمام از دیگر کشورها هم میخواهیم که افغانستان دیگر مورد جنگ های نیابتی قرار ندهد. شماری از اشتراک کنندگان این گرده همایی میگویند که قدرت های منطقه‌ای و جهانی در افغانستان به دنبال منافع خود هستند و افزایش تنش میان آنها و احتمال تبدیل شدن افغانستان به میدان جنگ نیابتی مهمترین نگرانی مردم افغانستان میباشد. وضعیت افغانستان فعلا کدام خوبی نداره و از لحاظ امنیتی واقعا یک وضعیت خوبی نیه و وقتی این تنش ها به وجود بیایه و افغانستان میانجیگر باشه و افغانستان باشه این تنش ها باعث میشه که وضعیت افغانستان از این کسته رو به بهتر شدن برای تا بهبودی. ما فقط خواهان از این هستیم که افغانستان دور از این مسائل قرار بدن و اگر کدام تنش هسته بین خود حل کنن و ما خواهان صلح هستیم. در کنار این شماری از اشتراک کنندگان این گرده همایی در واکنش به نشر مطالب برخی از کاربران فضای مجازی افغانستان در مورد مسائل منطقه‌ای و کشورهای خارجی از آنان می‌خواهند تا به مسائل مربوط به کشور خود تلاش ورزند. ما به کشور خود خود قهرمانان زیاد داریم و ما اجازه نمیدیم که به داخل خود کشور ما از قهرمانهای خارجی یا بیرون از کشور از اونا استقبال بکنن و اونا رو به قهرمان بسازن. ما خود ما به داخل کشور خود خود قهرمانهایی داریم. به علیه منافع کشورهای دیگه صحبت کردن کفایت میکنه. بیام سر مسائل امنیتی و سر مسائل کشور خود خود بحث کنم بهتره تا اینکه برن سر مسائل کشورهای دیگه. در این حال یکی از اعضای شورای ولایتی هرات میگوید که در زمان امضای معاهده امنیتی میان افغانستان و آمریکا واضح شده بود که از خاک افغانستان علیه کشورهای منطقه استفاده نشود. به گفته آنها حکومت و ملت افغانستان با آمریکا اجازه مداخله به کشورهای همسایه را از خاک افغانستان نمیدهند. چنانچه که حکومت افغانستان هم اعلانیه داد که ما اجازه نمیدیم به کشور دوست آمریکا که متحد هستی ما هست که از خاک افغانستان بر علیه همسایه ها و حمله نظامی داشته باشه و ملت هم به این باور هستن که ما کشور جمهوری اسلامی ایران همسایه ما هست، روابط فرهنگی و اجتماعی داره با ما و اجازه نمیدم ملت افغانستان هم که این معاهده که با امضای آمریکا رسیده و دولت افغانستان ما به این قانون شکنی بشه از این معاهده حمایت خواهد کرد. در پی کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در حمله هوایی آمریکا و واکنش مقام‌های ایرانی، نگرانی کشورهای منطقه از تقابل این دو کشور افزایش یافته است. فرماندهی پلیس هرات از رهایی یک فرد از چنگ آدم رو بیان خبر داد. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی پلیس هرات میگوید در کنار این آنان همچنان موفق به بازداشت 5 نفر از آدم رو بیان شدند که 2 زن نیز شامل آنان است. به گفته ولیزاده افراد بازداشت شده ساکنان ولسوالی انجیل ولایت هرات هستند که چندی پیش یکی از صرافان را از مربوطات این ولسوالی ربوده بودند. پایگاه 207 ارتش که در حوزه غرب کشور مستقر است از پایان موفقیت‌آمیز عملیات طوفان هریرود خبر داده است. در اطلاعیه این پایگاه آمده است پیکارجویان طالب که از مدت‌ها پیشتر این شهر را دست به اعمال خرابکارانه می‌زدند از بین رفتند. این اعلامیه همچنین تاکید کرده که ماین‌های بسیاری از سوی این گروه در مسیر شاهراه هرات غرجاسازی شده بودند که در جریان این عملیات همگی خونسا شدند. مسئولان اداره مستوفیت ولایت نیمروز میگویند عواید این اداره در سال جاری افزایش چشمگیر یافته است. محمد حسن مختار مستوفی ولایت نیمروز تاکید کرده است در سال مالی 1398 نزدیک به 4437 میلیون افغانی عواید هدف قرار داده شده بود. با این حال آقای مختار تاکید کرد که عواید این مستوفیت بیشتر از حد انتظار بوده و 443 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری گشته است.
اعضای شورای ولایتی فرام میگویند با آنکه در این اواخر نیروهای دولتی در پشتگو حضور دارند اما نتوانستند این ولسوالی را از وجود پیکار جان طالب پاکسازی کنند. آنان میگویند که نهادهای امنیتی و دفاعی در حال ایجاد قرارگاه‌های امنیتی و جابجایی نیروی بیشتر در پشتگو هستند. اعضای شورای ولایتی فرا همچنان میگویند که در این اواخر پیکار جان طالب در پشتگوه فرا تحرک چندانی نداشته و در مناطق دورتر از قوای امنیتی مستقر هستند. بر اساس گزارش‌های رسیده از بادقیس، ریاست منابع بشری مقام ولایت برنامه‌ای را برای تغییر ساختار بودجه سازی با هدف ارتقای ظرفیت‌های مسلکی مسئولان بخش‌های مالی ادارات دولتی راه اندازی کرده است. این برنامه در همکاری مشترک ریاست منابع بشری مقام ولایت بادقیس و برنامه ابتکار تقویت ادارات محلی با راه اندازی شده است. محمد ابراهیمی رئیس منابع بشری مقام ولایت بادقیس میگوید تلاش‌های بسیاری برای بهبود بودجه سازی انجام شده و بودجه سازی در این ولایت باید بر مبنای اصول انکشاف متوازن صورت بگیرد و با در نظر داشت نیازها و اولویت‌های مردم تکمیل شود. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی از نهادهای امنیتی خواسته که به نگرانی‌های امنیتی شهروندان کابل توجه کنند. عبدالله در حال این گفتار را مطرح می‌کند که دو شب پیش یک دانشجوی دانشگاه آمریکایی افغانستان در مربوطات حوزه 13 امنیتی شهر کابل توسط افراد مسلح زخمی و سپس در بیمارستان جان باخته است. در پی افزایش ناامنی و سرقت‌های مسلحانه در پایتخت، عبدالله رئیس اجرایی کشور از نهادهای امنیتی خواسته است که به نگرانی‌ها و تشویش‌های امنیتی شهروندان کابل توجه کنند. رئیس اجرایی کشور امروز در نشست شورای وزیران گفته است که نگرانی شهروندان پایتخت مبنی بر اوضاع امنیتی در این اواخر افزایش یافته است. آقای عبدالله در حالی از مسئولین امنیتی خواستار توجه جدی در رابطه با نگرانی شهروندان کابل شد که علی سینا ظفری دانشجوی دانشگاه آمریکایی افغانستان در ناحیه 13 امنیتی کابل از سوی سارقان مسلح زخمی و سپس در بیمارستان جان باخت. اخیراً ناامنی، سرقت‌های مسلحانه و قتل‌های هدفمند در شهر کابل افزایش یافته است. با افزایش ناامنی در کابل، ساکنان پایتخت پلیس را در راستای تامین امنیت این شهر به کمکاری متهم می‌کنند. با این همه انتقادها، نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله در واکنش به نگرانی ساکنان کابل از افزایش سرقت‌های مسلحانه می‌گوید میزان جرایم جنایی در این شهر 14% کاهش یافته است. سخنگوی وزارت امور داخله گفته که پلیس مصمم است که با مجرمین مبارزه کند، اما او می‌افزاید که مردم نیز مسئولیت دارند در این راستا با پلیس همکاری کنند. پیش از این رئیس جمهور غنی نیز از کارکرد پلیس کابل به شدت انتقاد کرده بود. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی اعلام کرده که مسیر ارتباطی ولایت بامیان با چند ولایت دیگر به دلیل بارش برف شدید مسدود شده است. اعلامیه افزوده که تنها شاهراه پروان بامیان در حال حاضر باز است، اما این مسیر هم با طوفان و برفباری شدید همراه است. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی از مسافران خواسته تا وسایل ایمنی سفر را همراهشان داشته باشند. این در حالی است که ریاست هواشناسی کشور روز گذشته از احتمال بارش برف و باران شدید در 20 ولایت کشور خبر داده بود. وزارت داخله اعلام کرده است که در یک ماه گذشته نزدیک به 76 نفر به تام ارتکاب به جنایت‌های مختلف از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله میگوید 26 نفر از این افراد در ارتباط با پرونده قتل و در جریان عملیات‌های مختلف بازداشت شدند. آقای رحیمی در ادامه تصریح کرد 25 نفر در پرونده سرقت، 3 نفر به تام آدم‌ربایی و 22 نفر نیز به تام قاچاق‌شناسی بازداشت شدند. سخنگوی وزارت داخله در ادامه تاکید کرد که در این ماه دست کم 15 جنگ‌افزار مختلف نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. اتاق تجارت و صنایع اعلام کرده است که به دلیل وجود چالش‌های مختلف در صدور ویزا برای بازرگانان افغان در شماری از کشورهای
کشورها مسیر لاجورد صادرات از این مسیر متوقف شده است. خانجان الکوزه معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته که بازرگانان برای عبور از کشورهای ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه نیز نیاز به دریافت ویزا دارند، اما ویزا برای همه آنها صادر نمی شود. آقای الکوزه تاکید کرده که این چالش را با مسئولان حکومتی در میان گذاشته، اما تا کنون هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته است. منابع نزدیک به پیکارجویان طالب گفتند که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان برای سرگیری مذاکرات میان ایالات متحده و پیکارجویان طالب وارد قطر شده است. گفته شده که پیکارجویان طالب و هیئت مذاکره کننده آمریکایی برای امضای توافقنامه صلح هم نظر شدند و گمان می‌رود که این امر در هفته جاری اتفاق بیفتد. سید اکبر آقا فرمانده پیشین این گروه نیز به رسانه خبر داده که توافقنامه صلح میان هر دو جبهه در هفته جاری به امضا خواهد رسید. جان باز سفیر آمریکا در کابل در پایان ماموریتش از رهبران سیاسی و مردم کشور خواسته که اختلافات نظرها را کنار بگذارند و برای مذاکره با پیکارجویان طالب به یک نظر واحد دست یابند. سفیر آمریکا افزوده که آتش بس کوتاه مدت سال 2018 میلادی نشان دهنده این است که طرفهای درگیر جنگ می توانند خشونت را متوقف کنند. او در ادامه گفته که لازم است مردم و سیاستمداران افغانستان برای مذاکره با پیکارجویان طالب به نظر واحد دست بیابند تا صلحی که خواسته مردم است تامین شود. با گزارش آسوشیتد پرس، 24 نیروی عضو گارد ملی نیویورک پنج شنبه هفته آینده به افغانستان اعزام خواهند شد. در گزارش این خبرگزاری آمده که این نیروها برای گذراندن دوره آموزشی برای ورود به افغانستان رهسپار پایگاه فورت بلس در تگزاس شدند. در این گزارش تاکید شده که نیروهای گارد ملی نیویورک به منظور تامین امنیت یک فرمانده نظامی در افغانستان فرستاده خواهند شد. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده است که در جریان سال 2019 میلادی دست کم 1287 نفر را در اتهام با قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است. خالد موحدی سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر میگوید این افراد در ارتباط با 1081 پرونده قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. آقای موحدی تصریح کرده در میان افراد بازداشت شده 37 زن دیده می شوند که 3 نفر از آنها ایرانی هستند. سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر اذعان کرده است از میان این افراد 205 نفر در فرودگاه بین المللی کابل در حال بازداشت شدند که قصد داشتند مواد مخدر را به هند و امارات انتقال دهند. پس از میان برنامه کوتاه با ادامه خبرها در خدمت شما خواهیم بود. مجلس نمایندگان عراق با صدور قطعنامه رأی به خروج نیروهای آمریکایی از این کشور داد، تصمیمی که با واکنش تند کاخ سفید روبرو شده است. در واکنش به تصمیم مجلس نمایندگان عراق، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید عراق در صورت انجام چنین اقدامی با تحریم روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مقام‌ها در عراق را تهدید کرد و میگوید که اگر این کشور دست به اخراج خصمانه 5000 سرباز آمریکایی بزند با تحریم‌های شدید ایالات متحده روبرو خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا همچنان میگوید تا زمانی که عراق خزینه پایگاه هوایی ایالات متحده در خاک آن کشور را نپردازد عراق را ترک نخواهند کرد. آقای ترامپ گفت
ما در عراق پایگاهی بسیار گران قیمت داریم که سالها پیش از ریاست جمهوری من ساخته شد و احداث آن میلیاردها دلار هزینه داشته است. تا زمانی که عراق هزینه آن را نپردازد، ما هم از عراق نخواهیم رفت. ترامپ در ادامه همچنان میگوید که دولت وی میتواند در این باره فکر کند که اطلاعات امنیتی مربوط به کشتن قاسم سلیمانی را منتشر کند، زیرا فشار بر دولت آمریکا در ارتباط با ارائه توضیحات و توجیهات لازم در مورد از بین بردن فرمانده ی سپاه قدس در خاک عراق روز به روز بیشتر می شود. با این حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه خواستار آن شده تا جایی که ممکن است در راستای تنش زدایی گام برداشته شود. آقای مکرون گفت ان مکانیزم دو کمپنساسیون کربن او فرونتیر، c'est-à-dire از همه طرف‌های درگیر در این تنش می‌خواهیم که از خود خویشتنداری و مسئولیت شناسی نشان دهند. باید گفت که موج کنونی خشونت در عراق باید پایان یابد. qui veut dire que tout produit importé qui ne respecterait pas nos règles en termes d'émissions. در کنار این، مجلس نمایندگان عراق روز گذشته با صدور قطعنامه رأی به خروج نیروهای خارجی از این کشور را داده بود. قطعنامه‌ای که در نخست متوجه 5000 سرباز آمریکایی مستقر در عراق است. در واکنش به این تصمیم مجلس نمایندگان عراق، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که عراق در صورت انجام چنین اقدامی با تحریم روبرو خواهد شد. تازه ترین تیزر منتشر شده از گوشی وان پلاس از دوربین نامرئی در طراحی این گوشی خبر داده است. گفته می شود که این ایده جدید وان پلاس برای نمایشگاه سیس 2020 می باشد و قرار است وان پلاس در این نمایشگاه گوشی کانسپت وان را رونمایی کند. گوشی های هوشمند کم کم طرح‌های شگفت‌آور و عجیبی پیدا می‌کنند و هر روز از طرح‌های جدید غافلگیر می‌شویم. ظاهراً این بار نوبت وان پلاس است که با انتشار تیزری از کانسپت وان کاربران را حیرت زده کند. تیزر منتشر شده گوشی وان را با دوربین نامرئی نشان می‌دهد، ویژگی که پیش از این در هیچ تلفن هوشمندی به کار نرفته است. به نظر می رسد که این ایده شگفتانه وان پلاس برای نمایشگاه CES 2020 می باشد و قرار است وان پلاس در این نمایشگاه گوشی کانسپت وان را رونمایی کند. در حال حاضر اطلاعات زیادی از این محصول منتشر نشده، اما انتشار این تیزر جدید یکی از ویژگی های جذاب آن را فاش کرده که دوربین نامرئی آن است. دوربین نامرئی گوشی وان شیشه‌ای با قابلیت تغییر رنگ دارد که حسگرهای دوربین قرار گرفته در زیر شیشه مات می‌شوند و دوربین را مخفی می‌کنند. طراحی دوربین نامرئی در این گوشی هوشمند ظاهراً پنل پشتی را به شدت جذاب و یک دست می‌کند و لنزهای بیشمار در پنل پشت گوشی از زیبایی آن نمی‌کاهد. نمایشگاه CES 2020 از امروز کار خود را آغاز می‌کند و وان پلاس نیز قرار است در این نمایشگاه چند گوشی هوشمند رونمایی کند. اگر قابلیت دوربین نامرئی در گوشی کانسپت وان با اقبال روبرو شود، احتمالاً گوشی‌های وان پلاس 8 و وان پلاس 8 پرو نیز میزبان این طراحی خواهند بود. در پایان مرور دوباره بر سرخط خبرها. نگرانی هراتیان نسبت به افزایش تنش‌های منطقه‌ای. آنان تأکید می‌کنند نباید افغانستان به میدان جنگ‌های نیابتی مبدل شود. هیچ کشوری حق هیچ نوع مداخله و حمله علیه هیچ کشوری از افغانستان نداره. اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در شهر. والی هرات می‌گوید از روز پنجشنبه تردد موترهای فرمان راسته ممنوع خواهد شد. محدودیت گشت و گذار بر وسایطی که اسناد نداره وضع میکنیم و اجرا میکنیم. پایان عملیات طوفان هرورود در حوزه غرب. در این عملیات شاهراه هرات خور از وجود پیکار جان طالب پاکسازی شد. افزایش ناامنی در پایتخت. دکتر عبدالله از نهادهای امنیتی خواستار توجه جدی به وضعیت امنیتی کابل شد. و خبر دیگر این که ترامپ میگوید تا زمانی که عراق هزینه پایگاه هوایی ایالات متحده در خاک آن کشور را نپردازد، عراق را ترک نخواهند کرد.
ما در عراق پایگاهی بسیار گران قیمت داریم که سالها پیش از ریاست جمهوری من ساخته شد و احداث آن میلیاردها دلار هزینه داشته است. تا زمانی که عراق هزینه آن را نپردازد ما هم از عراق نخواهیم. بینندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم حضورتان شد. شما می توانید هفت روز هفته و 24 ساعت شبان روز مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و به خصوص مهمترین خبرهای حوزه جنوب غرب کشور را از طریق وبسایت تلویزیون چکات دنبال کنید. در هر جای جهان که زندگی می کنید بدون محدودیت زمانی و مکانی می توانید با مراجعه به وبسایت تلویزیون چکات بیننده برنامه های ما باشید. ممنون از این که بیننده خبرها از چکات بودید. وقتتان خوش. خداوند نگهدارتان.